شیعیان و هزارهای افغانستان همچنان در معرض کشتار هدفمند و سیستماتیک قرار دارند. در تازه ترین مورد، یک عالم دینی و امام مسجد در شهرستان ارزگان خاص از سوی دو نفر که لباس نظامی طالبان بر تن داشتند با ضربات چاقو به شهادت رسیده است. این در حالی است که نهادهای جهانی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل بارها از کشتار سیستماتیک شیعیان و هزارها در افغانستان تحت سلطه طالبان ابراز نگرانی کردند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. منابع محلی در استان ارزگان افغانستان میگویند که یک عالم دینی شیعه و هزاره به نام رستم رحیمی در شهرستان خاص ارزگان این استان توسط افرادی با یونیفرم نیروهای طالبان به شهادت رسیده است. به گفته منابع خبری، این عالم دینی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز شنبه 30 تیر ماه با ضربات چاقو از سوی مهاجمان به شهادت رسید. به گفته این منابع، دو نفر رستم حیدری را به داخل مسجد فرا خوانده و او را در داخل مسجد به شهادت رساندند. با این حال هویت قاتلان تا کنون مشخص نیست. بر اساس اطلاعات این منابع، افرادی که لباس نظامی طالبان را بر تن داشتند پس از قتل این عالم دینی از منطقه متواری شدند. پس از شهادت این روحانی مسجد، افراد طالبان با حضور در محل حادثه گفتند که این موضوع را پیگیری خواهند کرد. ساکنان منطقه طالبان را متهم می‌کنند که در کشتار هزاره‌ها دست دارد. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان موارد متعددی از قتل ساکنان شهرستان هزاره نشین خاص ارزگان گزارش شده است. منابع محلی میگویند که در این مدت دست کم 21 نفر از ساکنان این شهرستان به قتل رسیده و طالبان تا کنون عاملان هیچ کدام از این قتل‌ها را شناسایی و بازداشت نکرده است. علاوه بر این، ساکنان روستاهای مختلف این شهرستان بارها قطع درختان میوه، آتش زدن خرمنها و تخریب سایر اموالشان را از سوی افراد پشتون تبار گزارش دادند. یوناما سال گذشته گزارش داد که قتل 6 نفر از هزاره‌های شهرستان ارزگان خاص را طی ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ثبت کرده است. در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از قطع درختان میوه و آتش زدن خانه‌ها و اموال ساکنان شهرستان ارزگان خاص منتشر شده. پارسال منابع محلی از استان ارزگان گفتند در 2 سال گذشته 14 ساکن روستای جوی نوه ارزگان خاص به طور سیستماتیک و هدفمند به قتل رسیدند. نهادهای حقوق بشری میگویند هزاره ها تحت حاکمیت طالبان به دلیل قومیت و مذهبشان با خشونت روبرو هستند. عفو بین الملل نیز بارها از حملات سیستماتیک بر جامعه شیعیان و هزاره ها در افغانستان سخن گفته و تأکید نموده که این حملات جنایت علیه بشریت است. همراه هستیم با دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی که از مونیخ به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر یاسا، در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده برای عزاداران حسینی توسط طالبان و کشتار هدفمند شیعیان و هزارها در این ایام و انفعال طالبان در قبال آن، لطفاً تحلیل خودتان را برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان محترم شما سلام عرض میکنم. برای پاسخ به این سوال شما ضرور است که اول ماهیت اصلی و واقعی طالبان را به بررسی بگیریم. در واقع طالبان یک جریان افراطی با گرایشات بسیار قوی تروریستی، یک گروه تنوع ستیز، یک گروه مدنیت ستیز و یک گروه زن ستیز است. بنابراین ماهیت طالبان طوری است که اونا غیر از قرائت شریعت که خود از اونا به او باور دارن و غیر از نحوه حکومتداری که مبنی بر استبداد است دیگه هیچ چیز قبول ندارن. بنابراین
محدودیت هایی که در روزای عزاداری و ایام محرمی که ما و شما مشاهده کردیم و گزارش شما دقیق بود و خصوصا یکی از محدودیت هایی که شما در جریان عزاداری نمی توانید هیچ یک از شخصیت های اهل سنت دعوت بکنید. شما ببینید که اونا یعنی در کجای از این جای قرار داره که واقعا یک گروهی که هیچ چیز از این گروه بعید نیست، اونا همه کسانی که با اونا اختلاف نظر دارن یا اختلاف تا حدودی کم عقاید یا باورهای متفاوت دارن، اونا همه رو میکشن و شکنجه میکنن و بازداشت خودسرانه هم در افغانستان شواهد زیادی داریم. بله، سپاسگزارم از شما دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ.